به مقابل کنگره میریم و با همکارم شهلا آراسته همراه میشیم. خانم آراسته، چه واکنش هایی از سوی قانونگذاران کنگره در مورد تحولات ایران ابراز شده؟ واکنش های بسیاری در حمایت از تظاهراتی که همکنون از سوی مردم ایران علیه رژیم جریان داره، همه از جانب جمهوری خواهان ابراز شده و بسیاری هم پیام حمایت پرزیدنت ترامپ رو باز انتشار دادن، دو مرتبه توییت کردن. تام کاتون سناتور جمهوری خواه سنا در توییت به اعتراضات روز شنبه در تهران اشاره کرد و نوشت: مردم شجاع ایران فریب نمیخورند. آنها هیچ توهمی درباره افراد شیطان صفتی که بر آنها حاکم هستند ندارند. اکنون که مردم بار دیگر به خیابان ها میریزند، پروردگار حافظ آنها و امید آنها برای آینده بهتر باشد. سناتور دیگر جمهوری خواه لینزی گراهام هم در توییتر با بازپست توییت مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نوشت که او با وی هم عقیده است و اضافه کرد: مردم ایران شایسته آینده بهتری هستند و مردم آمریکا در کنار مردم ایران با مردم ایران برای آزادیشان می ایستند. سناتور دیگر جمهوری خواه تاد یانگ هم در توییتر از اعتراضهای مردم ایران ابراز حمایت کرد و نوشت: شهامت مردم ایران که امشب در خیابانها دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز زدند برای من الهام بخش است. خداوند نگهدارشان باد. همچنین مایک گالاگر نماینده مجلس آمریکا جمهوری خواه در توییتر خود در تایید توییت حمایت پرزیدنت ترامپ نوشت: دقیقاً پیام صحیح حمایت از مردم ایران که در اعتراض به وحشیگری و ناتوانی رژیم شیطانی خود جان خود را به خطر می‌اندازند. مهمترین بخش اصلی فشار حد اکثر ما را این مسئله برجسته می‌کند، یعنی تفاوت گذاشتن میان رژیم و ملت ایران. آقای گالاگر همچنین بخشی از مصاحبه خود با تلویزیون CNN رو در توییترش منتشر کرد که گفته بود اعتراف ایران به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی گواه دیگری است که بر اینکه مردم ایران بزرگترین قربانیان رژیم هستند. من امیدوارم که همپیمانان ما در اعمال فشار حداکثری بر رژیم ایران و جدا کردن آن از مردم ایران با ما متحد بشوند. سناتور دموکرات برنی ساندرز از سوی دیگر با اشاره به قطعنامه مصوبه مجلس نمایندگان که روز پنجشنبه تصویب شد در توییتر نوشت: نمایندگان مجلس به جلوگیری از ترامپ که از کشاندن غیرقانونی ما به جنگ با ایران رأی دادند. حمایت از قانون اساسی موضوعی جناحی نیست. کنگره همیشه باید در مورد اینکه آیا زنان و مردان جوان ما را به جنگ بفرستند رأی بدهند. جیم بانکس عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان هم از ایالت ایندیانا در توییتر نوشت، در واکنش به اعتراضات ایران گفت: اعتراضات ایران نشانه امیدوار کننده است که مردم ایران از رژیم سرکوبگر و شرور فعلی خود به ستوه آمدند. پیام های دیگری و واکنش های دیگری هم مشابه این واکنش ها ابراز شده.